MK درود ام کی دار میگم سلام سلام میاد بله بله خوبی آرمین جان من اگه مرسی الان بخوام صحبت بکنم آره اگه الان بخوام صحبت بکنم در مورد این مسئله که گفتین شاید مسئله که میخوام در واقع صحبت کنم شاید یه مقداری بحث چیزشه مشکلی نداره من در مورد آزادی اراده چون ویدیوهای شما رو من برای خودم پادکست میکنم یه جورایی تبدیل به صوت میکنم به کسی نمیدم چون مسلما از ویدیوهای شما کم میشه روی یوتیوب برای خودم پادکست میکنم و گوش میکنم حالا تو مسیر تو خونه ورزش میکنم و اینا و فکر کنم برای یکی دو هفته پیش بود که یکی از دوستان اومدن بالا و خواستن که در مورد آزادی اراده صحبت کنیم شما یه سری از مطالب رو گفتین در مورد کتاب سم هریس که همون فری ویل هست صحبت کردین در موردش من خواستم اگه ممکنه در مورد اون صحبت کنیم با هم دیگه بفرمایید. خب در واقع من این رو یه جورایی طبقه بندی کردم حالا نه کتاب رو رسما و اینجوری برای خودم یه جورایی حلش کردم مسئله رو که این شکلی صحبتش میکنم در واقع اگر ما بخوایم که در مورد آزادی اراده ببینیم که آیا وجود داره یا نه باید یه تعریف کوچیکی از آزادی اراده رو داشته باشیم حالا من اگه مشکلی نداشته باشی چند تا سوالم میپرسم چون یه سری مثال ها هست که باید زده بشه اگه در مورد آزادی اراده بخوایم صحبت کنیم باید یه جوری برای خودمون تعریفش کنیم من به این شکل تعریفش میکنم که حالا اگه تعریفم مشکل داره میتونی بگی که اگر ما بخوایم یه کاری رو انجام بدیم حالا من مثالی رو میخوام بزنم همون مثال رو اینجا میگم که به فرض ما میخوایم بین دو تا بستنی وانیلی و شکلاتی انتخاب کنیم خب ما به فرض بستنی وانیلی رو ترجیح میدیم اون لحظه اگر ما زمان رو 1000 بار به عقب برگردونیم و تو همون 1000 بار اگه ما فقط یک بارش بتونیم به جای بستنی وانیلی شکلاتی رو انتخاب کنیم من میتونم بگم که آزادی اراده اون لحظه وجود داره اگر شرایط تغییر نکنه آیا این تعریف به نظر شما مشکل داره یا نه اگه تو 1000 بار بتونیم یک بار وانیلی رو انتخاب کنیم به جای شکلاتی؟ بله بله اجازه دارم بگم بگو بله بله آره منظورش اینه که الان دو تا بستنی تو دارن جلوت داره یه دونه وانیلی یه دونه کاکائویی آره اومدی وانیلی رو انتخاب کردی اگر زمان رو برگردونیم عقب به 1000 بار این کار رو انجام بدیم و شرایط همیشه یکسان بوده باشه از همه جهت تو از نظر روحی روانی از هر جهتی که حساب بکنی شرایط ثابت بوده و اگر تو این 1000 باری که ما برگردیم عقب تو یک بارش بستنی کاکائویی رو برداری به جای وانیل آیا این تعریف درسته داره میگه که برای اراده نه اراده البته نه فکر نکنم برای اینکه ببینید اراده برای اگه که من یه بار ببینید مثلا فرض کنید حالا بگیم 1000 بار بگیم 100 میلیون بار خب بعد یکیشو من برگشتیم عقب دوباره اینو پلی کردیم برگشتیم عقب اینو دوباره پلی کردیم خب از 100 میلیون بار این رو انجام دادیم به یه بار من به جایی مثلا وانیلا شکلات انتخاب کردم در صورتی که همه چی با هم یکی بود خب اگه کاملا اینا همه شبیه هم بود خب ما اگه دنیای مثلا زیر اتمی رو در نظر نگیریم امکان نداره که من چیز دیگه رو انتخاب بکنم همیشه همون اتفاقی خواهد افتاد که دفعه قبل اتفاق افتاد خب به این ما وقتی داریم درباره اراده صحبت میکنیم اراده یک داریم درباره اتفاقات امیالمون و کارهای رنج یعنی یک سری فرمانهایی رو که مغزمون داره به اعضای بدنمون میده که انجام بدیم و داریم درباره این صحبت میکنیم خب یعنی داریم درباره فعالیت‌های مغزی صحبت میکنیم اگه داریم درباره فعالیت‌های مغزی صحبت میکنیم دنیای زیر اتمی هیچ تأثیرش هیچ اصلا معیار نباید باشه خب برای اینکه مغز ما فقط یه سری واکنش‌های شیمیاییه یعنی اینکه ما آیا مغز ما تعیین میکنه که چه کاری انجام بدیم چه کاری انجام ندیم چیزی رو که ما باید روش فوکس بکنیم واکنش‌های شیمیایی هست که توی اعصاب ما اتفاق میفته خب ولی چون که دنیای و چون داریم درباره واکنش‌های شیمیایی صحبت می‌کنیم دنیای زیر اتمی هیچ ربطی با این نداره که آیا یه چیزی تصمیم ما بوده یا نبوده خب
یعنی یه چیزی آیا فعالیت مغزی بوده یا نبوده. خب برای اینکه مغز ما فقط شیمیه، مغز ما که مثلا یه راکتور اتمی که نیست که دنیای زیر اتمی تعیین بکنه که مثلا ما چه جور تصمیم گیری میکنیم. خب ولی توی دنیای زیر اتمی، زیر اتمی میشه دیگه درسته، ساب اتمیک یعنی کوچکتر از اتم، ما با احتمالات مواجه میشیم. یعنی ما ببینید توی دنیای زیر اتمی قطعیت وجود نداره. ما الان اثبات شده که دنیایی که اونجا کار تعیین میکنه که چه اتفاقی بیفته بر اساس احتمالاته نه قطعیت. خب و این باعث میشه که مغز ما فقط این مغز ما نیست که ما اگه 100 میلیون بار بریم عقب دوباره پلی بکنیم ممکنه یه چیز دیگه بشه، بقیه دنیا هم ممکنه یه چیز دیگه بشه. خب به خاطر اینکه زیر اتمی ما داریم درباره احتمالا صحبت میکنیم. یعنی اگه شما اگه بخواید اینو معیار قرار بدین که آیا ما اختیار داریم یا نداریم، خب پس یه سنگی که در الان از یه کوه هم میفته پایین که ما هیچ انسانی هم و هیچ موجود خودآگاهی هم اونجا الان وجود نداره که این سنگو ببینه، بر اساس این معیار شما اون سنگ هم بعد الان اختیار داشته باشه. خب به خاطر اینکه ممکنه ما 100 میلیون بار بریم عقب پلی بکنیم، تو دنیای زیر اتمی یه اتفاقی احتمالی دیگه بیفته که سنگ به جای اینکه بیفته راست بیفته چپ. آیا این معنیش این است که معنیش این هست که این سنگ خب مخالفی که مخالفی حرف چینجا دلیل نداری. اگه سنگ بیفته به جای اینکه بیفته راست بیفته چپ، معنیش این که اون سنگ اختیار داشت؟ نه. خب ما چیزی رو برام اگه ما وقتی ما میگیم 100 میلیون بار بریم عقب دوباره پلی کنیم همون اتفاق میفته، از این لحاظ میگیم که تو دنیای شیمی و دنیای اتمی و حتی دنیای الکترون و پروتون و اینا همه چی قطعیت داره، یعنی هیچ چیزی احتمالی نیست. ما باید بریم خیلی کوچکتر از اتمی بشیم که بتونیم در روی احتمالات صحبت کنیم. منظور رو فهمیدیم؟ آره من متوجه شدم. منم دنیای همین مایکروکاز منظورمه، یعنی هم دنیای ماکرو در واقع منظورمه، کاری به دنیای زیر اتمی ندارم. خب من الان میتونم این سوالو از تو بپرسم که آره از اون هزار بار اگر ما همین شرایط رو دقیقاً یکی، یعنی حتی یک الکترون هم جابجا نشه توی اون دنیا، خب میتونیم فرض بگیریم اگر حتی یک الکترون هم جابجا نشه، و اگر چی باعث میشه که شما بگید ما آزادی اراده داریم؟ اگر از اون هزار بار من چند بار بتونم انتخاب بکنم بستنی دیگر رو، شما میتونید بگید که آزادی اراده وجود داره؟ خب اگه همه چی شکی باشه، خب نتیجهش هم یکی میشه. امکان نداره که یه نتیجه دیگه بگیرین. شما چه جوری میتونید نتیجه؟ خب همین دیگه، همین من دارم همین رو میگم. میگم که اگر ما آزادی اراده داشته باشیم، خب اگر داشته باشیم، خب اگر داشته باشیم ما میتونیم یه چیز دیگر رو انتخاب کنیم دیگه، قاعدتا باید همچین چیزی باشه. خب شما آره، ولی خب باش، شما دارین فقط میگین که به یه عبارت دیگه شما دارین میگین اگه ما آزادی اراده داشته باشیم آزادی اراده داریم، یعنی یه چیز رو دارین دوبار تکرار میکنیم. آره همین رو من میگم. میگم که اگر ما آزادی اراده داشته باشیم، در واقع این شرایط، در واقع این شرایطی که شما ازش صحبت کردی در مورد ما صادق نباید باشه دیگه. یعنی ما باید بتونیم از اون هزار بار باید بتونیم حداقل یک بارش این یکی بستنی رو انتخاب کنیم. این مشکلی قاعدتا نداره توی این مثال من. خب در شرطی کاملا یکی باشه. درسته، قبول. آره آره دقیقاً همون یکی باشه. من جلوتر میرم و در واقع دو تا تیکه پازل رو اینجا میخوام معرفی بکنم. تیکه اولش رو الان صحبت میکنم در موردش و از کنار هم قرار دادن این دو تا احتمالاً به این نتیجه میرسیم که هیچ آزادی ارادهی وجود نداره. خب در مورد همین مثال ما، فکر کنید شما داخل همین مغازه شدید و بین این دو تا بستنی به شما انتخاب دادن. الان خود شما آرمین کدوم رو انتخاب میکنید؟ من شکلات. شکلاتی رو انتخاب میکنید. خب من از شما میپرسم که چی باعث شده که شما شکلاتی رو انتخاب کنید در اون لحظه؟ نمیدونم، من مزه شکلاتی بیشتر. همون دقیقاً همینه. ما نمیدونیم چی باعث شده، فقط اون لحظه میخوایم بستنی شکلاتی رو که شما الان در مثال شما بیشتر از بستنی وانیلی میخوایم. حالا چی باعث میشه که این خواستنه از کجا اومده رو ما نمیدونیم، اما
این از کجا ناشی میشه؟ خب از تجربه های گذشته ما از بستنی ها، که مثلا ما این بستنی رو بیشتر دوست داشتیم، چیزی که اون لحظه در اختیار هست. یعنی ما مثلا بستنی توت فرنگی رو نمیتونیم انتخاب کنیم، خب تو این هیچ آزادی وجود نداره، چون ما فقط این دوتا بستنی رو اونجا داریم و میشه ازش انتخاب کرد. خب و این که ما انتخاب میکنیم اینه که در واقع در اون لحظه ما این بستنی رو بیشتر از این یکی میخوایم. خب این خواستن از کجا ناشی میشه رو ما نمیدونیم از کجا ناشی میشه. البته کسایی که مغز رو مطالعه میکنن تا یه حدی میدونن، ولی خب کاملش رو نه، نمیدونیم. آره نه، همون لحظه من از شما میپرسم که این رو از کجا، چرا این رو میخواید، شما نمیدونید. آره این خواستنه رو ما نمیدونیم که از کجا ناشی میشه. اگه نمیدونیم پس در موقعش نمیتونیم انتخاب کنیم. یعنی من این رو میگم که شما آیا میتونید در اون لحظه بستنی وانیل رو بیشتر از شکلاتی بخواین؟ نمیتونین. شما بستنی شکلاتی رو میخواین. خب حالا این که ما برده امیالمون هستیم، دقیقاً یه همچین چیزی میشه گفت که اون لحظه نمیتونید میتونید بستنی وانیل رو بیشتر از شکلاتی بخواید. این چیزی هست که هست در واقع، و این تغییرش در دسترس شما نیست که بخواید تکونش بدید. خب حالا من این فرض رو میذارم که شما بعد از این که ما این مکالمه رو با هم دیگه داشتیم، شما داخل مغازه میرید و این بستنی رو میخواید انتخاب کنید. خب شما شکلاتی هنوز انتخابتونه، شکلاتی چیزیه که میخواین، اما به خاطر اینکه بخواین آزادی ارادتون رو در واقع تست کنید، خب بستنی وانیلی رو برمیدارید. خب اینجا هم برده این امیان. آیا خب هم اجازه بدیم من صحبتم رو بکنم و بعد میتونین چیزش کنید. بستنی وانیلی رو، خب من میگم بازم همین مشکل اینجا وجود داره. شما به خاطر اینکه بخواین بستنی وانیلی رو انتخاب کنین، باید بخواین که آزادی ارادتون رو تست کنین، و این خواستنه که اون لحظه آیا میخواین که آزادی ارادتون رو تست کنین یا که خیر، باز هم اینجا صادقه. یعنی شما از این نمیتونین فرار کنین، از این خواسته در واقع نمیتونین فرار بکنین. خب این قسمت، این قسمت اول در واقع پازل ما در واقع. این رو میذارم کنار، اگه چیزی هست میخواین اضافه بکنین شما آرمین جان اضافه بکن که من برم. عبارت دیگه ما فقط هم بستنی انتخاب کردن نیست، هر تکونی که میخوریم، هر صدایی که از دهنمون در میاد، هر نگاهی که به هر جهتی میکنیم، مغز ما داره محاسبه میکنه میلایی رو که داریم در اون صدم ثانیه چیه، و هیچ کاری شما نمیتونین بکنین مگر اینکه بر اساس امیالتون باشه. خب هیچ حرفی شما نمیتونین بزنین مگر اینکه بر اساس امیالتون باشه. برای اینکه حتی اگه سعی کنین، همونجوری هم که گفتی، حتی اگرم بخوای بگی خب من یه کاری میکنم که بر اساس امیالم نباشه که اثبات بکنم که اینجوری نیست، خب شما میل دارین که اثبات بکنین که اینجوری نیست، برای همین دارین بر اساس امیالتون استفاده میکنین. این دقیقاً انگار مثلا ما یه عروسکایی هستیم مثل خیمه شب بازی که امیالمون مثل یک چیز هستن، تناب هستن که کاملا تعیین میکنن که ما چه کاری انجام میدیم، و هیچ راهی هم، هیچ فراری هم از زندان وجود نداره. خب درست، دقیقا. خب حالا شما میتونیم مثالای ساده تری هم بزنین. من انتخاب رو میدم که شما همین الان که اونجا هستین سر پا پاشین یا بشینین. خب شما اگر پاشین، خب به حرف من گوش دادین و همین قضیه دوباره برای صادقه در واقع. هر مثالی که شما بزنین همینطوری که شما گفتی، این مثال در موردش میتونه صادق باشه. خب من قسمت دوم مثالم رو حالا میزنم و حالا باید شما رو در واقع قانع بگو بابا. آره چون این بحث که در مورد این شد، خواستم بچه هم نوید بدم که هفته دیگه ما یه مهمان خیلی ویژه‌ای داریم که ایشون نوروساینتیست هستن. یعنی عملا فکر کنم خیلی از دوستان میتونن بیان، خیلی از سوالا رو بپرسن و خیلی از پاسخ‌ها رو هم بگیرن. عملا عالی. خب بگو ام‌کی جان. آره آره، این قسمت دوم پازل ها رو من باید شما رو قانع بکنم. این قسمت خواسته ها بود، خب که ما در خواسته هامون آزاد نیستیم. حالا من در مورد این چیزی که میخوام صحبت کنم باید شما رو قانع بکنم که ما در تمام طول زندگیمون فقط دو جور انتخاب انجام میدیم. خب فقط رو فقط دو جور کار انجام میدیم به صورت ارادی. یک، این که ما یک کاری رو میخوایم که انجام بدیم. دو، ما یک کاری رو مجبوریم که انجام بدیم. هیچ حالت سومی برای کاری که ما میخوایم انجام بدیم وجود نداره. هیچ حالت سومی. من شما رو به این چالش دفعت میکنم که در واقع شما حالت سومی رو مثال بزنید. من میگم جفتش، من میگم دو تاش هم زیاده. من فقط میگم جفتش یه نوعه، جفتش مجبوریه.
خب نه، من در مورد انتخابایی که شما در طول روز باهاش سر و کار دارید دارم صحبت میکنم. اینکه آزادی اراده نداریم رو این رو داریم همین الان بحث میکنیم در موردش. من خب فقط بگو. میگم که شما فقط دو جور کار انجام میدید، یا که مجبورید یک کاری رو، مثلا به فرض که یک اسلحه رو سر شما گذاشتن که یک کاری رو انجام بدید، مجبورید اون کار رو انجام بدید، یا نعم. اینکه شما میخواهید، آره میخواهید که یک کار رو انجام بدید. یعنی حالت سومی وجود نداره. شاید یکی مثلا این مثال رو بزنه که من از باشگاه رفتن خوشم نمیاد، از عرق ریختن، از زحمت کشیدن، از خسته شدن، اینا خوشم نمیاد، اما باز میرم باشگاه و این کار رو انجام میدم. یعنی مثال نقض این دو تا خواسته ای که من خواهم، یک ببین کاری رو اینا جفتش نمیخوام تقریبا میشه اما گفت انجام میدم. اما یک همین بذار اینو رو ادامه بدم، این مثال رو. شاید میگم که یکی مثال رو بزنه که من باشگاه دوست ندارم برم، نمیخوام باشگاه برم، اما میرم و این کار رو انجام میدم. من میگم که شما نتایج این باشگاه رفتن رو میخواید، که یک بدن زیباتری داشته باشید، بدن سالمتری داشته باشید، یا حالا هر چیز دیگه. این مثال نقض این نیست در واقع، شما یه چیزی رو میخواید در واقع و میرید باشگاه به خاطرش تلاش میکنید. چی میخواستی بگیار من میوت میکنم خودم. من همین چیزی که لیلیان میگه میخواهیم و مجبوریم یکیه. خب برای اینکه شما اگه مثلا فرض کنید میگین که من خب باشگاه نمیخوام برم ولی باید برم به خاطر اینکه میخوام مثلا سالم تر بشم، خب میخواهیم و مجبوریم جفتش یکی حساب میشه به خاطر اینکه برای امیالمون هستیم. خب و حتی اگه از مثلا خسته دوست از ورزششون خوشمون نمیاد، میلمون به مثلا یه بدن سالم داشتن انقدر زیاد هست که اون خوشحالی، یعنی از اون بیشتر خواهد بود از ناراحتی از اینکه داریم مثلا ورزش میکنیم و عرق میکنیم و اینا. خب یعنی میام اندازه‌گیری میکنیم میگیم خب این بیشتره پس من این کار انجام میدم. خب و میگی خب اینو پس شما داری میگی پس مجبور نبودی ولی میخواستی انجام بدی رفتی انجام دادی. خب من میگم وقتی یه نفر هم مثلا ممکنه تفنگ بذاره رو سرمون بگی که پولتو بده یا میکشتم، اون میکشمت، اونجا هم برای امیالمون هستیم. ما داریم اونجا میخواهیم که زنده بمونیم، میگیم که خب من دوست ندارم پولم رو از دست بدم ولی خب دوست دارم هم زنده بمونم. کدومش برام مهمتره، پولم یا جونم؟ میگم خب جونم برام مهمتره، خب پس پولم رو میدم. یعنی بین دو تا میل داریم یه منزگیری میکنیم و مغزمون به طور خودی برامون داره تصمیم میگیره. یعنی در هر شرایطی خواستن و مجبور بودن با هم هیچ فرقی نداره. ما اگه بخوایم یه کاری رو انجام بدیم مجبوریم این کار انجام بدیم، و اگه مجبور باشیم این کاری رو انجام بدیم به خاطر اینکه میخواهیم اون کار رو انجام بدیم، هیچ فرقی با هم ندارن، همش یک نوعه. خب حالا با اینها که هیچ مشکلی نداشتی، یعنی ما هیچ کاری رو به جز این دوتا انجام نمیدیم، حالا میریم خب سراغ نتیجه گیری این قضیه و این دوتا تیکه پازل رو کنار هم دیگه میذاریم که ببینیم نتیجهش چی میشه. خب ما گفتیم که در واقع در قسمت اولش که ما خواسته هامون رو نمیدونیم از کجا میاد، یعنی نمیتونیم خواسته ها رو در این لحظه کنترل کنیم. خب یعنی در خواسته هامون آزاد نیستیم. و در قسمت دوم گفتیم که ما فقط دو جور کار در زندگیمون انجام میدیم، یعنی که میخوایم یا اینکه مجبوریم انجام بدیم. خب ما اگه مجبوریم یک کاری رو انجام بدیم، خب مجبوریم یک کاری رو انجام بدیم، من میگم آزادی اراده کجا این وجود داره. و اگر میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، برمیگردیم به پازل اول، ما نمیدونیم که چرا یه چیزی رو میخوایم، نمیتونیم اون رو کنترل کنیم. پس آزادی اراده در واقع کجای این قرار میگیره؟ هیچ جای این قضیه هیچ آزادی وجود نداره. یعنی ما یا مجبوریم یا که میخوایم. اگه میخوایم آزاد نیستیم، اگه مجبوریم که مجبوریم باز آزاد نیستیم. خب پس آزادی اراده کجا پس میشه اگه میخوایم؟ پس چرا دو تاش کردی؟ پس اگه میخوایم یعنی مجبوریم دیگه، پس جفتش یعنی میخوایم و مجبوریم، با همش فرقی نداره. آره جفتش یکیه دیگه، میگم در نهایت جفتش یکیه دیگه. اگه مجبوریم که مجبوریم، اگه میخوایم که باز نشون دادیم که خواستنه رو ما نمیدونیم از کجا ناشی میشه، نمیتونیم کنترلش کنیم، پس درش آزاد نیستیم، پس بازم آزاد نیستیم. یعنی در هر دو حالت آزاد نیستیم. و آزادی اراده رو اینجوری میشه توضیح داد حداقل برای خودتون، که واقعا من نمیدونم چجوری میشه توضیح داد که یکی که میگه من آزاد هستم در انتخاباتم و در ارادم آزاد هستم، که به نظر من که خیلی واضحه که ما اختیار نداریم، آزادی اراده نداریم. برای اینکه اگه بخوایم داشته باشیم باید یه چیز، یعنی از کجا میدونیم از چه؟ مثل اینکه بگین که من اگه یک مشت توپ بیلیارد رو روی میز بندازم، اگه یعنی اگه شما جای هر توپ رو دقیقا بدونید و نیرویی که هر کدومشون دارن به هم وارد میکنن رو دقیق بدونید، شما بعد از پازش بکنید و نگاه بکنید بعد دوباره پلی بزنید، خواهید دونست که همه چی کجا خواهد رفت. خب مغز ما هم همینه دیگه، مغز ما هم یه ماش الکترون و پروتون و
یه مش چیزایی دارن به هم میخورن، یه مش توپن که دارن به هم میخورن دیگه. اگه شما اینو ببخشید وارد حرفت شدم، ثابت کردن این به کسی نمیخواد مثلا قبول بکنه، این خیلی سخت‌تره که مثلا شما وارد دنیای کوانتومی بشید، شاید اصلا اون کوانتوم ندید، مثلا وارد فیزیک شید، اصلا وارد دنیای کوانتوم لازم نیست بشید. مثال های روزمره ای که من الان مثلا زدم این دیگه پذیرفتنش مثلا خیلی سخت نیست، یعنی چیزی هست که هر روز باش درگیریم در واقع، ولی اینکه مثلا به طرف مثلا بگی که ما زمان رو به عقب برمیگردونیم و اینها به در واقع یک جا میان فلان و اینها، این رو شما مثلا چه جوری میخواید مثلا به طرف ثابت کنید که مثلا نورون ها در مغز ما یا مثلا مواد شیمیایی در مغز ما اینطوری جابجا میشن بر اساس قوانین فیزیک هست و در نهایت برمیگرده به اون چیزی که فیزیکدان دارن ازش صحبت میکنن. خب ثابت کردن این به کسی که حالت عادی داره مثلا زندگیش رو میکنه و خیلی پرسشگری نمیکنه خیلی سخت‌تر هست، این چیزی که مثال های روزمره ای که میشه زد و در واقع به صورت فلسفی یه جوری ثابت کرد که چرا آزادی اراده نمیتونه وجود داشته باشه. درست، راحت این روش رو راحت تر میشه هم گفتش که یه کاری هم که میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم که چالش مثلا یه نفر بیاد به ما بگی که مثلا چجوری یه مثال بزنه که یه کاری رو انجام داده که بر اساس امیالش نبوده. خب نمیتونه، هیچ کس نمیتونه مثال بزنه که یه کاری رو انجام بده که بر اساس امیالش نباشه. همونجوری هم که تو گفتی، خب پس اگه همه کارات بر اساس امیالته و امیالت هم خودت تعیین نمی‌کنی، معنیش اینه که هیچ کاری رو خودت نمی‌تونی تعیین بکنی که انجام بدی، هممون برای امیالیم. بابک تو می‌تونی یه مثال بزنی که یه کاری انجام بدی که برای امیالت نباشه؟ اصلا وجود خارجی نداره که. نه. من یه مثالی گفتم بفهم. نه تو بگو. فقط من یه چیزی نه من فقط یک دوستان تو لایف چت ربطی هم به موضوع شما نداره. دوستان عزیز، برای کسایی که میخوام بدون تصویر بیان خیلی راحته، اصلا نیاز برنامه خاصی نداره، شما رو لینک بزنین وارد میشین، اجازه دسترسی به میکروفونتون رو میدید اما دوربینتون رو خاموش میکنه و میتونین مثل این دوست عزیز ما بدون تصویر بیاین بالا و البته مثل خود من بفهمید. یه مثالی که من معمولا میزنم که بعضی فهم کنن که نه ما بعضی موقعی کاری رو میکنیم که بر سمیال ما نیست، برای که مثلا به نفع بقیه یه کاری رو انجام میدیم نه به خاطر خودمون، برای همین این بر امیال ما نیست. مثلا مثالی که من میزنم اینی که فرض کنین یه سرباز دشمن رو شما بگیرید، خب و این سرباز دشمن رو شما بیان شکنجه بدین که بگین که مثلا دوستاش کجا قایم شدن، بقیه ارتششون کجا قایم شدن که ما بتونیم مثلا بریم دوستا اینو بمبارون کنیم. خب و این نمیگه به ما، خب برای اینکه نمیخواد باعث کشته شدن دوستاش بشه. بعد ما اینو شکنجه میدیم انقدر شکنجهش میدیم که زیر شکنجه میمیره اصلا و آخرام تا آخر مرگش هم به ما به هیچ کسی نمیاد بگه که دوستاش کجا بودن. ما میگیم خب اینکه بر اساس امیالش نبود و این من میگم نه، این کاملا بر سمیالش بود. خب برای اینکه خیلی فکر میکنن که اگه ببینید مغز این شخص به طور ناخودآگاه اومد تعیین کرد که یا خودآگاه یا ناخودآگاه که کدوم رو ترجیح میده، آیا ترجیح میده که شکنجه ادامه پیدا بکنه، خب یا اینکه ترجیح میده که باعث این بشه که دوستاش بمیرن. خب و این دوتا درد رو اومد با هم مقایسه میکنه، میگه درد شکنجه رو داره با درد این که مسئول این باشه که دوستاش بمیرن رو با هم مقایسه میکنه و به این نتیجه رسیده که درد شکنجه برای این شخص کمتر بود از دردی که مسئول این باشه که دوستاشو باعث کشتنش بشن، و این درد شکنجه رو انتخاب کرد. یعنی اون موقع هم تو حتی همچین شرایط خیلی که به نظر میرسه یک کسی برده امیالش نیست، تو حتی یک همچین شرایطی هم نه، اون شخص برای امیالش هست. آرمان جان من آره نمیدونم کسی منتظر هست یا نه که وقت شما رو بیشتر نگیرم. نه کسی دیگه نیست، من اگه حرف آخرتو بزنم دیگه میریم. آره من فقط یه چیز رو خواستم بپرسم که اگر که ما آزاد نیستیم در واقع چجوری میشه که مثلا کسی که بابت یه کاری رو ما اون رو گناهکار میدونیم بخوایم شکنجه کنیم یا مجازات کنیم یا هر چیز دیگه ای. خب من در مورد این خیلی مطمئن نیستم که بخوام چیز کنم، اما من میدونم که اگر ما آزاد نباشیم، یعنی اگر ما آزادی اراده نداشته باشیم، ما تحت
در واقع جبری هستیم که شرایط برای ما ایجاد میکنن و در نهایت منجر به امیال ما میشن. ما باید در جهت اینکه اون شرایط رو طوری کنیم که باعث جرم نشن باید به اون سمت بریم در واقع، و همین خودش باعث میشه که یک زندگی معناداری رو برای بقیه درست بکنیم و اینکه شرایط جامعه رو جوری درست بکنیم که در واقع جرم کردن در اون به شکلی باشه که افراد به اون سمت جرم انجام دادن نرن. من فقط این رو میتونم بگم در موردش و اینکه چه جوری میتونیم بقیه رو مجازات کنیم. هنوز در مورد اون دارم فقط فکر میکنم. شکنجه مجازات داره ولی شکنجه نه. خب هم مجازات آره داره من کلمه رو استفاده کردم که نباید. آره هم. خب یه جور دیگه هم که میشه گفت این که چرا ما باید مجازات بکنیم کسایی که کار غلط کردن اگه که هیچ اختیاری ندارن؟ جوابش اینه که خب ما مجبوریم که مجازاتشون کنیم. خب ما مجبوریم که مجازاتشون کنیم. اونا مجبورن بیان جرم انجام بدن، هیچ اختیاری وجود نداره. ما هم چون میل داریم که یک جامعه داشته باشیم که توش جرم کمتره، بخاطر و چون هم ما بره امیالمون هستیم، مجبور هستیم که بیان تعیین بکنیم که چی کار کنیم که جرم کمتر بشه، و به این نتیجه رسیدیم که باید بیان کسایی که جرم انجام دادن رو مجازات بکنیم و این باعث میشه که جرم کمتر بشه. یعنی ما هم برای امیالمون هستیم و به خاطر که برای امیالمون هستیم کسایی که جرم انجام دادن رو مجازات میکنیم. آره همین به نظرم جواب خوبی هم میتونه باشه و درسته. در واقع چیز دیگه نمیتونم در واقع بهش اضافه کنم.